امروز اومدم دنبال یکی از بچه‌های خوب باحال ارمنی ایرانی خودمون. یه 20 دقیقه است منو اینجا منتظر گذاشته تا بیاد. اگه گفتین که یکی از هنرمندترین آدمای لس آنجلس. آقا خیلی مخت شما برات شیرموز آوردم، سال نو رو با شیرموز شروع کنم. انرژی بده بهت. چه بچه‌ها خالی بابا. بله یاد تهران افتادم. شیرموز تهران نمیشه ولی حالا. نه نمیشه. شل شیرموز اینجا. آره، مال ایران خوب سفت. چه خبر من؟ چه خوبی؟ قربونت برم. خیلی ممنون. مرسی. شما چطوری؟ عالی. عیدت هم مبارک. خانواده خوبم. مبارک. بهار مبارک. ان شاءالله سال خوبی باشه برای همه. 100% همه چی خوب؟ همه چی هم عالی. کارا خوب؟ بعد این کرونا که داره تموم شه دیگه اینجا. آره دیگه همه جوره ما میسازیم. میسازیم دیگه. گله‌ای نیست به قول آقای داریوشه. گر هم گله‌ای هست. حوصله‌ام. آره تو یه آهنگ تولد خوندی درسته؟ آره اونا برای پسرم خوندم. چند سالش الان؟ الان 7 سالش. ماشا. اون موقع 3 سالش بود که خوندم. الان چند تا فرزند داری؟ دو تا، یه دونم دختر دارم. آریل 2 سالشه و هنوز برای اون آهنگ نخوندی؟ نه. چرا پس؟ دیگه فهمیده واسه پسر آهنگ خوندی یا نه؟ نه هنوز خب کوچیکه، ولی رفتیم تو کرونا و دیگه حوصله به قول معروف همون حوصله نبود و با اون درگیر. حالا ایشالله تو فکرش هستم که آره یه به احتمال قوی میخوام ارمنی بخونم برای دخترم. اسمش چیه؟ آریل. آریل به انگلیسی بگیره ولی آریل. آریل خدا. آره. دانیل و آریل. خب بریم اینو آهنگ تولد رو گوش کنیم، یه حالی بکنیم. بریم گوش کنیم. اسم این احساسمو چی بذارم؟ حسی که به هر نفس صداتو نمیشنوم. چی؟ صداتو نمیشنوم. خیلی آروم داری میخونی. زمزمه میکنی. نه یادت رفته. شعرشو امین بامشاد عزیز نوشته. و خیلی هم ازش ممنونم. دیگه جوری گفتیم یه یادگاری داشته باشم برای پسر. پس حالا یه تیکش هم بخون که حال کنیم. بریم بریم. تو هر نفس، تو هر نگاه، نم نم بارون میگیره. دل خوشم از تولدت، با تو دلم جون میگیره. تو هر نفس، تو هر نگاه، نم نم بارون میگیره. دل خوشم از تولدت، با تو دلم جون میگیره. خودت چطوری؟ خوب خدا رو شکر دیگه نوروز اومده و دیگه ما مشغول کارهاییم دیگه. خیلی عالی. تپش تیوی دیگه مشغولیم دیگه میدونی. بله بله یادش بخیر. خب البته هر سال فرق میکنه دیگه، الان هم بعد این کرونا دیگه اون گاله های بزرگ نیست و سیستم فرق کرده، کوچیکتره، جمع جورتره. یکی از خاطراتی که از گالای تپش دارم، یعنی از برنامه های تپش، یه بار ساعت 5 بعد از ظهر من اونجا بودم تا ساعت 4 صبح استودیو بودیم. قشنگ 12 ساعت. اول خب هنرمنده رو درست کردم. آره. هنگامه عزیز، هنگامه و لیلا عزیز و بتی و هوتن و همیرا شده بود. یادش بخیر. خیلی بال بود. بعدم که دیگه اونجا بودیم خیلی روزای خوبی بود. خیلی. ولی الان هم که کوچیکتر شده، جمع جورتر شده، ولی همون 12-13 ساعته داره میره. من هر سال الان کوچیکتر داره میشه. اتفاقا الان بیشتر میره. پارسال مثلا ما الان 13 ساعت ریکوردینگ داشتیم. یه 4-5 روز 13 ساعت داره میگه روز نیست. حالا من تو یه روز میگم قشنگ 4-5 روز 13 ساعت. هرچی کوچیکتر میشه سردردش بیشتر میشه. آره دیگه خب آدم یه کم ارگنایز کردنش سخت میشه. ولی خودت تو ماشین مثلا داریم میری با خانواده اینا چه آهنگایی گوش میکنی؟ من بیشتر آهنگ ایرونی گوش میکنم. آهنگای شاد یا یواش یا نه بیشتر شاد. بعد آهنگای خارجی بیشتر دی جی ها رو گوش میکنم، مثلا دی جی گوتا از فیوریت هم کیستو. بعد دیگه بهت بگم ولی ایرونی
من خب با اکثر هنرمندا دوست و آشنام و با همه‌شون اکثر همه‌شون دیگه آهنگی که خوشم بیاد خیلی گوش میکنم. آها. دوست داشتم، یعنی اونجوری نیست که بگم نه این خواننده رو من فقط دوست دارم یا انگشت شمار خواننده رو، نه. ولی همه مثلا من آهنگای قدیمی هایدرم خانم هایدرم گوش میدم، آهنگای خانم همیرا رو، یا مثلا آهنگای جدید از بچه های ایران. بله حتما از بچه های ایران هم خیلی گوش خیلی میکنم، کاراشون خوبه اونا، خیلی خیلی قشنگه. بله حالا بریم یه اندی گوش کنیم. اندی گوش کنیم دختر ایرانی. بریم دختر ایرانی برو هرچی دوست داری. آخر کارم به دختر ایرانی میرسه. دختر ایرانی بشیم با یادش بخیر این آهنگ اومده بود با من دقیقا بذار بگم به یک سال قبل سربازی رفتنم بود. آها. این آهنگ اومد. آها. یعنی 17 سالم بود یادش بخیر. بعد پارتی گرفته بودم که اولادم چقدر با این آلبوم اندی رقصید ما آهنگ داشت، مثل همین الان که من گفتم آره این آهنگ که اومد من یک سال قبل سربازی رفتنم بود، یعنی میشد سال 1367. من به دنیا نیومده بودم، من به دنیا نیومده بودم، همون داشتم بزرگ چهار رو میکردم. نه من به دنیا نیومده اونی این راست رگاله من مثلا یکم میگذره یه آهنگ دیگه اینجوری هم. مثلا آهنگایی هم هست که اصلا نمیتونم گوش کنم، مثلا همه یه سری آدم ها مثلا تیستشون فرق میکنه. خنده‌دار ترین کارا تو برنامه نوروزی تپش چیزی داری از اون موقع که به یادت باشه بگی چقدر خندیدیم اون روز سر این کار؟ آخه اون چیزایی که اعتماد نمیشه بخشه. پشت صحنه خیلی اتفاقات باحالی میافتاد که میخندیدیم و اینا، ولی باور کن الان حضور ذهن ندارم. چی ندارم؟ حالا شاید مثلا یادم بیاد حتما میگم. آقا شیرموز رو بزن. شیرموز هم بزنیم که بچه ها الان نگه با کن همه... توش بخن سهنش رو آب میفتن بچه ها. شیرموز مثل شیرموز ایران نیست، ولی این گفتی شیرموز تازه من خودم میگم چه جوری درست کن، چون این دیگه که آها آره سم بهش میگم فقط شیر، موز و عسل بریز. آها. بعد نگاه میکنه بر بر مثلا این چی میخواد. چی میخواد؟ آره دیگه. کاری نداره درست کنه. کاری نداره. آره. چیزای دیگه اضافه نداره. بعد خیلی جالبه که اون موقع که ما ایران بودیم همبرگر و پیتزا اینا یکم خیلی یه حالت دیگه داشت برای ما. حالا که اومدیم اینجا کشوری که کشورش اصلا نمیخوره. اصلا لب نمیزنیم. اما ایرونی پیتزا ایرونی. تو اینستاگرام دیدم چند بار لایو میذاری با بچه ها حرف میذاری قشنگ درباره کارات اینا چجوره؟ باستابش خوبه اونجا؟ خیلی فالوورا نظر درباره اینستاگرام چی هستن؟ عالیه. سوشال مدیا رو اگه درست استفاده کنی خیلی خوبه، واقعا خوبه برای بیزنس آدم استفاده آره. میکنه عالیه. من فالوورامو خیلی خیلی دوست دارم، با اینکه مثلا اونجوری نیست، مثلا 160 خیلی واسه خودت دارم فالوور. نه آخه یکم هم تنبلم تو اینستاگرام. آها کم استوری میذاری کم پست میذاری، تنبل نیستی شاید وقت نمیکنی. نه یکی این که وقت نمیکنم، یکی این که تنبلم، ولی خب با همه تفاصیل اعتراف میکنم با همه تفاصیل فالوورامو خیلی دوستم، خیلی محبت دارم به من همیشه و هیچی رم اون 167 هایی که دارم یه دونش فیک نیست، تا حالا نخریدم. یه بار اون اوائل یکی از دوستان اومد گفت که بیا بخر و اینا، مثلا اینجوری همه میخرن، گفتم خب چجوریه آقا 5000 تا نمیدونم 5000 تا یا 10000 تا، بیشتر از 10000 تا نبود خریدیم. از شانس من هفته بعد همه خرید بریم یه نشترم شروع گوش کنیم. پنجره وای پنجره میدونستم دوست داشتم این آهنگو، خدایش ولی این آهنگو همیشه دوست داشتم. بعد که رفتم من و تو من و ساسان عزیز دوستم وای. من میخواستم اول
ساسی مانکن بشم که اون آهنگ جنتلمن بعد حالا یه چیزی شد نشد بعدم میخواستم ریکی مارتین بشم بعدم گفتم نه حالا اونم بعد گفتم ساسم بیا با هم گفتی که بعد چی بشیم دیگه گفتم شهر شوره قربون شوره ریشات هم زدی اونجا دوستش دارم که عزیز دلمه ریشات هم زدی واسه شهر زدم دیگه اصلا خیلی خوب شده بود بزنیم آهنگو بسیار صدای قشنگ و قوی داره شهرام 100% این مال چند سال پیشه؟ این مال منم یادته چند سال پیشه داشته؟ آره من 8 سال ازدواج کردم. ولی مال 10 سال پیشه. مال 8 سال. آره مال یه 9 سال پیشه. آها. قبل عروسی همه چی رو آماده کردی یا قشنگ؟ آره دیگه. شعرش یادشه؟ امروز یاد. آره بابا. پس اینو بخونیم دیگه. شهونه آروم آروم کم کم وقت دلم شد دیوونه حرفای تو این روزا قلبم رو میسوزونه حالا که من میخوامت میاری بهونه نه این بری نه اون بری با منی اما سرسری بالا بری پایین بیای کم کم داره یادم میاد نه این بری نه اون بری با منی اما سرسری بالا بری پایین بیای میذارم از من بگذری برنامه واسه امسال چیه؟ هدف خاصی گذاشتی واسه امسال یا چی کارا میخوای بکنی یا هنوز همون موقعیت تنبلیه هنوز هست؟ نه اون تنبلی واسه اینستاگرام فقط واسه اینستاگرام برنامه نمیشه تنبلی نیست این فقط برای اینستاگرام بود نه فعلا ببینم میگم تازه احتمال داره یه سمینار تو تورنتو داشته باشم بعد میخوام اینجا تو الی بذارم تو سالن خودم بعد خدمتت بگم فعلا همین جوری بریم ببینیم چی میشه خوبه تورنتو ولی دیتش مشخص نیست کی اصلا تورنتو احتمالا آخر اپریل میشه آخر اپریل یا اوکی پس دیگه اونو پست میکنی قشنگ بله اگه خواستی برام میام برات لایو میگیرم لایو هم میذارم پست خودم استوری هم میذارم حتما خب هانی جان یه آهنگ دیگه این دفعه خودت بگو سه تا آهنگ من گفتم یه آهنگ تو بگو که با هم بخونیم دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به استودیو تپش یه آهنگ هم بخونیم که بریم ادامه برنامه نوروزی هر چی تو دوست داری از این بر بخونیم از اون بر بخونیم از ایران بخونیم یا از اینجا واسه من که از این بر اون بر واسه من فرق نمی کنه تو اسم یه خواننده رو بگو من آهنگشو بگم از این بر بگم یا از اون بر حالا میتونی یه دونه از این بر بگی یه دونه از این بر بگی بهنام بانی بریم بله داری میرسی به استودیو تپش اونجا بله بریم واسه ادامه برنامه نوروزی حتما تبریک سال نو حرف آخری که داری واسه بچه ها طرفدارات امیدوارم که سالی پر از سلامتی و عشق و شادی باشه بس بر ایشان ممشی نوزه اونو همیز داری میخوری ممشی نوزه